بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان ارجمند هفت روز سیاست، سلام بر شما، به این برنامه خوش آمدید. در برنامه این هفته به حملات کابل و قندهار اشاره می شود و ناامنی های فزاینده در کشور مورد واکاوی قرار می گیرد. در بخش بین المللی هم در گذشته هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور پیشین و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران و همچنین تعاملات کلان روسیه و آمریکا بازنگری می شود. سه‌شنبه گذشته باز هم مسائل امنیتی به نحوی به سرخط خبرهای کشور آمد. حمله انتحاری در نزدیکی ساختمان الحاقیه پارلمان منجر به کشته شدن دست کم 45 تن و زخمی شدن بیش از 150 نفر دیگر شد. همچنین در همین روز در حمله‌ای بر ساختمان ولایت قندهار 10 تن کشته و زخمی شدند. والی قندهار و سفیر امارات متحده عربی نیز جزء زخمیان این حادثه بودند، اما بعدها خبرها حاکی از کشته شدن والی قندهار بود. واکنش های مقام های کشور و این حوادث کماف سابق بسیار تند بود، اما چالش اساسی تدابیر و برنامه های امنیتی است که کماکان در ضعف و ناکارآمدی به سر می برند. در ماه های گذشته مسائل امنیتی و درگیری های گسترده میان نیروهای امنیتی و مخالفان بخش عمده تحولات کشور را شامل می شده است. در این مدت بسیاری از مناطق در ولایات مختلف کشور شاهد درگیری‌های شدید میان نیروهای امنیتی و مخالفان مسلح بود و در این بین خبرهای متعدد مخابره شد، از تلفات قابل توجه بر مخالفان مسلح گرفته تا محاصره نیروهای امنیتی در بخش‌هایی از کشور. اما آنچه حائز اهمیت و قابل توجه است آن که کلیت و چارچوب استراتژی‌های نظامی و امنیتی ما در طول بیش از یک دهه گذشته تغییر چندانی نکرده و این در حال است که چارچوب‌های جاری ناکارآمدی خود را در این مدت نشان دادند. مسائل عمده بخش امنیتی کشور را به خود مشغول کرده است. این مسائل از موثریت و کارایی نیروها و نهادهای امنیتی کاسته و نه تنها باعث بهبودی امنیت در کشور نشده، که گزارش هایی چون گزارش فرمانده نیروهای ناتو و آمریکایی در افغانستان که چند ماه قبل مبنی بر کنترل بخش های قابل توجهی از خاک کشور توسط مخالفان منتشر شده بود، نشان می دهد که این مسائل و کاستی ها نقش و سهم قابل توجهی در افزایش تلفات نیروهای امنیتی و خسارات جانی و تجهیزاتی برای نیروها داشته است. به مسائل مختلف می توان در این بین اشاره کرد. اولان که در طول سالیان گذشته همواره موضوع عدم پشتیبانی و حمایت به موقع از نیروهای امنیتی مستقر در یک منطقه مسئله جنجالی و تلفات ساز برای نیروهای امنیتی بوده است. گویا هیچ برنامه‌ای برای شناسایی سطوح مختلف تهدیدات امنیتی در مناطق مختلف کشور وجود ندارد و هیچ اولویت بندی در این باره ارائه نشده است. بارها و بکرات شاهد محاصره شدید نیروهای امنیتی و حتی تسلیم شدن نیروها به مخالفان مسلح از روی ناچاری بوده ایم، که در بسیاری از مواقع نتیجه خوشایند نداشته و به کشتارها و خونریزی‌های زیادی انجامیده است. در کنار این نقیصه، حالا اگر افزایش گستردگی و دقت حملات مخالفان را نیز در معادله امنیت کشور قرار بدهیم، بدیهی است که نتیجه اش چیزی جز افزایش تلفات نیروهای امنیتی نخواهد بود. انجام حملات همانند حملات سه‌شنبه گذشته در کابل و قندهار نیز خود معلول نقیصه و ضعف استراتژیک در نهادهای امنیتی کشور است. کمربندهای امنیتی افغانستان متاسفانه آنگونه که باید مستحکم باشه نیست و من فکر میکنم از نظر اطلاعاتی هم افغانستان به خصوص در کابل نتانست از بسیاری حمله های در واقع خونین یا وحشتناک جلوگیری به عمل بیاره. افغانستان در حال حاضر با یک جنگ پیچیده استخباراتی و نیابتی روبرو هست. بنابراین من فکر میکنم که از توان افغانستان تا حدودی بالا هست و اگر مدیریت قوی شکل نگیره ممکنه این زوایای پیچیده و مبهم دیگه هم پیدا بکنه که باز میتونه در او شرایط امنیت ما را با اخلال در واقع گسترده روبرو بسازه. مسئله اساسی اینجاست که باید اطلاعات و در واقع دستگاه های امنیتی افغانستان در ارتباط توجه کافی داشته باشه و توطئه ها را در بیرون از مرزهای افغانستان حتی بتانه خونسا کنه یا حتی در بیرون از کابل. در غیر از این صورت من فکر میکنم با توجه به جنگ پیچیده ابعاد امنیتی افغانستان روز به روز آسیب پذیریش بیشتر خواهد شد.
و نظر می رسد مطالعات امنیتی نهادهای امنیتی کشور با مشکلات جدی مواجه است. این مطالعات در راستای شناسایی مجراهای مختلف تهدیدهای امنیتی و آسیب پذیری نیروهای امنیتی صورت می پذیرد. هرچند در گفته ها ادعاهای کلانی وجود دارد، اما در عمل ضعف و کاستی های بسیاری مشاهده می شود که جلوگیری از روند از دست دادن کنترل بخش های مختلف خاک کشور از سوی دولت نیازمند توجه جدی و رفع کاستی هایی در این باره است. به تبع این کاستی بزرگ است که هیچ برنامه‌ای در مرحله پیشگیری وجود ندارد و یا هم اگر وجود دارد با اما و اگرهای بسیار و به صورت ناقص و در عدم وجود وسواس لازم به اجرا گذاشته می شود که طبیعتاً نتیجه‌ای در پی ندارد. همین موضوع است که تا زمانی که حمله‌ای از مخالفان مسلح صورت نگیرد شاهد هیچ اقدام پیشگیرانه‌ای نیستیم و عملاً موضع ما در میدان‌های نبرد موضع انفعالی و واکنشی است. دقیقاً خلاف ادعاهای نهادهای امنیتی در آغاز سال جاری که وعده ی عملیات‌های تهاجمی و پیشگیرانه داده بودند. عدم برنامه و پلان جامعه امنیتی خود را در بخش دیگر نیز نشان می‌دهد و آن حفاظت و نگهداری مناطقی است که از کنترل مخالفان خارج شدند. چنین مواردی نیز در سال‌های گذشته و کرات مشهود بوده و یکی از موضوعات اصلی مورد استناد از سوی منتقدان است. عمدتاً عملیات ها به صورت پراکنده و در یک سردرگمی استراتژیک انجام می شوند و برای نیروهای امنیتی تنها اهدافی کوتاه مدت تبیین می شوند. هدف فقط پاکسازی یک منطقه از وجود مخالفان است. این هدف معمولاً به خوبی از سوی نیروهای عملیاتی به اجرا گذاشته می شود، اما در ادامه خبری از دستورالعمل حفظ و نگهداری این مناطق نیست و با انسجام مجدد مخالفان و راه اندازی حمله دیگر این مناطق مجدداً به دست مخالفان افتاده و نیروهای امنیتی مجبور به عقب نشینی می شوند. مناطقی از ولایت کندوز، بدخشان، جوزجان و دیگر مناطق شمالی در کنار ولایت‌های جنوبی چون هلمند شاهد چنین وضعیتی بودند. این دور باطل همچنان ادامه دارد و خبری هم از بازنگری در استراتژی‌ها و سیاست‌های کلان امنیتی در کشور نیست. فقدان یک قشر نخبه و تئوریک در دستگاه امنیتی افغانستان مشاهده پذیر هست. افغانستان با فقر تئوریک و چالش‌های نظری در حوزه امنیتی روبرو می باشد و همین دلیل است که در حوزه عملی هم ما نتانستیم جلوی در واقع ناامنی ها را بگیریم، بخصوص حمله هایی که از سوی استخبارات بیرون از افغانستان در واقع مدیریت و مهندسی می شود. برمیگردم به حضور ایالات متحده آمریکا و از آنجایی که ایالات متحده آمریکا حضورش در افغانستان برای بسیاری از کشورهای منطقه تولید ناامنی میکنه، بنابراین رقابت و منازعه‌ای که بین آمریکا و رقبای آمریکا وجود داره یکی از آسیب پذیرهای جدی بر افغانستان میتونه ارزیابی شود. کشورهای منطقه هم در حال حاضر نگاه امنیتی به افغانستان پیدا کرده و این مسئله باعث شده که افغانستان به عنوان یک کشور آسیب پذیر مطرح باشد. امنیت در افغانستان همچنان شکننده و آسیب پذیر شده است. حملات در پایتخت بیشتر شده و همه این موارد نگرانی های فزاینده‌ای در مورد چشمانداز امنیتی کشور ایجاد کرده است. اما این بدان معنا نیست که وضعیت قابل کنترل نیست. دولت و مسئولانش باید همین مواقع هنرشان در مدیریت بحران را نشان دهند. حکومت دوسر وحدت ملی اما به نظر نمی رسد فرصت و یا دغدغه‌ای برای رسیدگی به نابسامانی های امنیتی و حکومتداری داشته باشند. مشکلات و مسائل موجود در بخش های مختلف حکومتی به نوعی با بیتفاوتی استراتژیک مواجه هستند. گویا مشکلات یک بخش از کشور برای دیگر بخش ها اهمیتی ندارد و این نوع نگاه و رویکرد کم کم به تمامی بخش های دونیم شده حکومت سرایت کرده است. عملا موضع شمال و جنوب را می توان در سیاست ها، انگیزه ها و رویکردهای مقام ها مشاهده کرد. کشته شدن 13 معدنچی اهل دایکندی در بغلان در هفته گذشته عملا شاهد چنین رویکردی بوده است. کشته های یک بخش از کشور غم و اندوهی برای بخش های دیگر کشور ایجاد نمی کند و با وجود وحدت در جغرافیای سیاسی عملا شاهد سیاست ها و حتی نگاه های عوامانه یک بام و دو هوا در کشور هستیم.
از یک قشر فرهیخته و نخبه در دستگاه های امنیتی افغانستان استفاده شود. دومی که اختلاف نظر بین رهبران سیاسی باید به حد اقل خود برسه. و سومی که دستگاه امنیتی افغانستان باید تحرکات دشمن در بیرون از مرزهای افغانستان بتانه مدیریت بکنه. جلوی رقابت های منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای در افغانستان گرفته شود. مردم افغانستان با دستگاه امنیتی افغانستان همکاری بکنه و مردم افغانستان همکاری صادقانه نخواهد کرد مگر اینکه به مطالبات مردم توجه شود. شام یکشنبه گذشته پیر سیاست ایران و یکی از استوانه های نظام جمهوری اسلامی این کشور آیت الله هاشمی رفسنجانی درگذشت. مرگ وی که بر اثر عارضه قلبی بود و به یک بار دار فانی را وداع گفت شو که بزرگ بر محافل سیاسی ایران وارد کرد. در گذشت آقای هاشمی واکنش های فراوانی را برانگیخت و سیاستمداران و سردمداران کشورهای مختلف جهان به این واقعه واکنش نشان دادند. ایران هفته گذشته یکی از مردان قدرتمند تاریخ سیاسی معاصر خود را از دست داد. علی اکبر هاشمی رفسنجانی در سن 82 سالگی به دلیل سکته قلبی درگذشت. در پی این اتفاق دولت ایران 3 روز عزای عمومی و 1 روز تعطیل رسمی اعلام کرد. اتفاقی که در تاریخ ایران جز در رحلت امام خمینی رحمت الله علیه سابقه نداشته است. رفسنجانی در کنار رهبر ایران آیت الله خامنه ای و محمد حسین بهشتی رئیس دستگاه قضایی که در پی حادثه انفجار مقر حزب جمهوری در سال 1980 ترور شد یکی از سگانه های شورای رهبری انقلاب ایران بود که در کنار امام خمینی رحمت الله علیه استادند. رفسنجانی در جنگ عراق ایران در سالهای 1980 تا 1988 نقش بارزی ایفا کرد. و نماینده امام خمینی رحمت الله علیه در نیروهای مسلح این کشور بود و بر قضیه موسوم به ایران کنترا در سال 1988 که در پی آن رابرت مکفارلین مشاور امنیت ملی آمریکا به تهران آمد اشراف داشت و همچنین نقش بارزی در انتخاب آیت الله سید علی خامنه ای و سمت رهبری ایران بعد از درگذشت امام خمینی رحمت الله علیه در سال 1988 ایفا کرد. رفسنجانی به واسطه شخصیت بی‌بدیلش روابط خوب با تمامی قدرت‌های سیاسی داشت. او به پشتوانه چهره پراگماتیک سیاسی گسترده‌اش توانست روابط خوب با همه طرف‌های سیاسی ایجاد کند. اتفاقی که سبب شد دوستانش بیش از دشمنانش از این سطح روابطش بترسند. آقای هاشمی رفسنجانی همچنین در تدوین قانونی اساسی ایران در آستانه تأسیس جمهوری اسلامی در سال 1979 نقش ایفا کرد و در اولین انتخابات پارلمانی ایران پیروز شد و سال 1981 تا 1990 رئیس پارلمان ایران بود و پس از آن برای 2 دوره متوالی رئیس جمهوری ایران شد و بعد از آن نیز ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام را بر عهده گرفت که تا زمان فوتش در این سمت بود. هاشمی همچنین یکی از اعضای برجسته مجلس خبرگان رهبری بود که وظیفه انتخاب رهبر را بر عهده دارد و برای 3 دوره متوالی ریاست این مجلس را بر عهده داشت تا اینکه بعد از حوادث انتخابات ریاست جمهوری سال 2009 از این سمت کنار گذاشته شد. ایشان در شکلگیری انقلاب اسلامی و در مجموع نهضت اسلامی در ایران از پیش قراولان و پیش کسوتان ای نهضت به شمار میره و همچنین در دوره جنگ تحمیلی که بسیاری از قدرت های منطقه و فرا منطقه از رژیم دیکتاتوری صدام حمایت میکرد و یک جنگ بسیار گسترده علیه نظام نوپای جمهوری اسلامی ایران برا افتاده بود، آقای هاشمی رفسنجانی در او زمان سکاندار مسئولیت های بزرگ در ایران بود، بنابراین با تدبیر توانست این جنگ را مدیریت بکنه. در عرصه دیپلماسی و سیاست خارجی هم ایران علارغم فشارهای گسترده‌ای که در او زمان وجود داشته توانست روابط گسترده‌ای با کشورهای مختلف داشته باشه. به نظر می رسد با فوت هاشمی رفسنجانی حسن روحانی بیشتر از همه ضرر کند. وی در 4 سال گذشته حامی جدی روحانی بود که از توافق هسته‌ای او با کشورهای غربی حمایت قاطع می‌کرد. هاشمی رفسنجانی با رهبری ایران آیت الله خامنه‌ای 2 بار اختلاف نظر پیدا کرد.
اولین بار وقتی بود که رفسنجانی و احمدی نژاد در اداره کشور به اختلاف خوردند. آیت الله خامنه ای در کنار رئیس جمهوری سابق محمود احمدی نژاد ایستاد. بار دیگر زمانی بود که اصلاح طلبان و میانه روها در مقابل اصولگرایان و رهبر انقلاب بعد از حوادث 2009 ایستادند. هاشمی در آن موقع خواستار آشتی ملی با هدف بستن پرونده حوادث 2009 شد، اما در رسیدن به این خواستن ناکام ماند. بسیاری از تندروها در ایران رفسنجانی را تنها رقیب آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب ایران می دانستند. برای همین فشارهای بسیاری را به او وارد کردند که از جمله آن رد صلاحیت او در انتخابات ریاست جمهوری سال 2013 از سوی شورای نگهبان بود. با این وجود هاشمی همواره تلاش میکرد روابط بهتری با کشورهای غربی ایجاد کند. و ای زمانی که به این باور رسید که صدور انقلاب تنها باید از طریق ایجاد یک ایران نمونه قدرتمند محقق شود، از فکر صدور انقلاب دست کشید. قطعا رفتن آقای رفسنجانی یک ضایعه بزرگ هست، چون ایشان از پیشکسوتان این نظام بوده و در واقع 4 دهه در تحولات سیاسی ایران نقش بازی کرده. ممکن است توازن قدرت در سطوح داخلی تا حدود تحت تاثیر قرار بده و این معنا که آقای رفسنجانی از حامیان اصلی آقای روحانی یا جبهه اصلاح طلبا بود، بنابراین با رفتن ایشان ممکن است این جبهه در برابر اصولگرایان تضعیف شود و توازن قدرت به نفع اصولگرایان رقم بخورد. بخشی از حضور آقای هاشمی رفسنجانی در مراتب بالای قدرت ایران با تحولات سالهای 70 افغانستان همراه بود و ای در این دوره در مقام ریاست جمهوری ایران ایفای نقش میکرد و این بدین جهت یکی از مهمترین تأثیرگذاران منطقه‌ای در تحولات منطقه به خصوص افغانستان بود. اکبر هاشمی رفسنجانی نمونه برجسته در میان رهبران ایران پس از انقلاب اسلامی 1979 است که از آرمانگرایی انقلاب به پراگماتیسم واقع‌گرا تحول یافت. این دولت مرد در دهه‌های 80 و 90 میلادی سیاست منطقه ایران را شکل می‌داد و در 2 دهه اخیر که در بیرون از حلقه تصمیم‌گیری سیاست خارجی ایران قرار گرفته بود، نیز نقش تعیین کننده ایفا کرد. اعتدال و عملگرایی رفسنجانی و رویه او در دوره‌های مختلف 4 دهه تحولات اخیر افغانستان مهم و قابل مطالعه است و بازتاب تغییر سیاست منطقه ایران از انقلابیگری به واقع‌گرایی را در افغانستان نشان می‌دهد. در دوره جهاد حمایت ایران از مجاهدین به صورت گسترده صورت می‌گرفت. همزمان سفارت دولت مارکسیست کابل در تهران و سفارت ایران در کابل در سطح کاردار فعالیت داشتند. دکتر نجیب الله رئیس جمهوری سابق افغانستان در زمستان 1991 در مسیر بازگشت از سوئیس در مشهد توقف کرد و با بهشتی والی خراسان رضوی که رئیس دفتر پیشین رفسنجانی نیز بود دیدار کرد. گفته می شود بهشتی پیام رفسنجانی را به دکتر نجیب داده بود و دکتر نجیب الله به کابل که رسید این دیدار محرمانه را فاش نمود. حمایت ایران از خروج نیروهای شوروی از افغانستان به نام موافقتنامه 1987 جنوا نمونه از عملگرایی خاص رفسنجانی بود. اما محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در پیام گفت هاشمی رفسنجانی در زمان ریاست جمهوریش و همچنین در مسئولیت‌های مختلف دیگر در مسائل منطقه یک شخصیت تأثیرگذار بود و در قلوب طرفداران خیش محبوبیت داشت. عبدالله رئیس اجرایی حکومت نیز گفت طی 8 سالی که آقای رفسنجانی ریاست جمهوری ایران را به عهده داشت، هماره از داعیه برحق مجاهدین افغانستان حمایت کرد و از بذل کمک به مهاجرین کشور ما دریغ نورزید. در زمان جهاد افغانستان که کشور ما از سوی اتحاد جماهیر شوروی اشغال شده بود، جمهوری اسلامی ایران از جمله کشورهایی بود که از مجاهدین افغانستان به صورت قاطع و همه جانبه حمایت کرد و تاوان از این را در جنگ تحمیلی پرداخت کرد، چون روسها هم در کنار غرب و آمریکا از نظام دیکتاتوری صدام حمایت کرد. آقای رفسنجانی هم زمانی که ریاست جمهوری در ایران به عهده داشت، هم نسبت به وضعیت مهاجرین و هم نسبت به کلیت مردم افغانستان موضعی جانبدارانه و حمایتگرانه داشت. به همین دلیل است که
بسیاری از شخصیت‌های افغانستان از جمله رئیس جمهور افغانستان، رئیس اجرایی افغانستان و رهبران جهادی افغانستان و همینطور رئیس جمهور پیشین افغانستان حامد کرزی، در واقع آقای رفسنجانی را فقدانش را یک ضایعه بزرگ برای منطقه ارزیابی کردن، نه تنها برای ایران. از جانب دیگر رویکرد رفسنجانی به افغانستان و آسیای میانه تمدنی و با تاکید بر شکوفایی اقتصادی و همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای قابل تحلیل است. با میانجیگری ربانی و رفسنجانی، جنگ داخلی تاجیکستان در 1995 پایان یافت. رفسنجانی که در اواخر دوره ریاست جمهوری خود و سردار سازندگی شهرت یافته بود، در این راستا بر زیر ساخت‌های مانند اتصال کشورهای آسیای میانه و افغانستان از طریق ایران به بازارهای جهانی تاکید داشت. برای تسهیل نقش ایران به عنوان مسیر تجارت و ترانزیت منطقه‌ای، رفسنجانی همراه با استاد ربانی و رؤسای جمهوری‌های آسیای میانه راه آهن بافق بندر عباس را افتتاح کرد و پروژه‌های راهسازی را در شرق ایران مورد توجه قرار داد. در زمان حمله آمریکا به افغانستان پس از 11 سپتامبر، در ایران نیز نفوذ رفسنجانی بر دولت اصلاحات محمد خاتمی زیاد بود و هنوز در تعیین سیاست‌های کلان امنیت ملی ایران از طریق ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام نقش تعیین کننده ایفا می‌کرد. آقای کرزی جمهوری پیشین نیز رفسنجانی را دولت مرد معتدل متمایل به غرب می‌دانست و انتظار داشت رفسنجانی با به دست گرفتن سکان ریاست جمهوری در انتخابات ریاست جمهوری 2005 ایران نقش سازنده‌ای در ثبات و امنیت افغانستان ایفا کند. اما شکست رفسنجانی در برابر احمدی نژاد در 2005 در کابل غیر منتظره بود و این انتظار را ناکام گذاشت. حالا با درگذشت آقای رفسنجانی، حامد کرزی در پیامی گفته است شادروان آیت الله علی اکبر هاشمی رفسنجانی از شخصیت‌های مبارز و آزادی‌خواه بود که در بنیانگذاری جمهوری اسلامی ایران نقش بارز داشت. کارنامه‌هایش جاودان و فراموش ناشدنی است. جهتگیری‌های تعیین کننده سیاست ایران در افغانستان متأثر از رویکرد عملگرایانه رفسنجانی بوده است. نقاط قوت این سیاست عملگرایی، همکاری‌های اقتصادی و تمدنی و همسویی ایران با آمریکا در افغانستان است. دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید آمریکا گزارش‌های منتشر شده در رسانه‌های آمریکایی دایر بر اینکه دستگاه‌های اطلاعاتی روسیه شاید اطلاعاتی قابل بهره‌برداری درباره او جمع‌آوری کرده باشند را رد کرده است. ادعاهای تایید نشده حاکی است که روسیه اطلاعاتی درباره آقای ترامپ دارد که می‌تواند مایه شرمساری او باشد. این در حالی است که تصور می‌شود آمریکا و روسیه روابط بهتری در دوره ریاست جمهوری ترامپ داشته باشند. با این وجود تحلیل‌ها حاکی از آن است که روسیه در استراتژی نزدیک شدن به آمریکای دوران ترامپ دچار اشتباه شده و در هر صورت این نزدیکی روابط به نفع روس‌ها نخواهد بود. اخیراً روزنامه‌ها و نشریات آمریکایی بین‌های مختلف تحلیل مبنی بر بحرانی شدن و خونین بودن 5 سال آینده جهان را بازنشر می‌کنند. این تحلیل‌ها در کنار اظهارات مقامات اطلاعاتی آمریکا در این مورد پازل است که بسیار به خوبی با هم جفت و جور می‌شوند. وقتی مقامات اطلاعاتی آمریکا 5 سال آینده در جهان را یک دوره پرآشوب و خونین از جنگ‌های متحرک توصیف کنند، روسیه باید پیام آن را دریافت کند و یک بار دیگر در دام ماهی عسل آمریکایی گرفتار نشود. زمانی که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به قدرت رسید، کاخ کرملین که از سیاست‌های بوش پسر آسیب دیده بود، شعار او مبنی بر رئیس در مناسبات با روسیه را با آغوش باز باور کرد. غافل از این که اوباما برای پاسخ به تنگناهای کاخ سفید نیازمند باز تعریف روش‌های جدید برای استمرار سیاست مهار روسیه بود و شعار خود را به روس‌ها عرضه کرد. پوتین آنچنان از این سیاست استقبال کرد که حتی به مدیدوف که دستیار ویژه و مورد اعتماد وی بود در پست نخست وزیری اجازه داد تا با آمریکایی‌ها معاذله نماید و مواضع مشکوک نیز در همسویی با تفکر و رویکردهای غربی اتخاذ کند. مدیدف مأموریت داشت تا در فصل جدید همکاری با آمریکا و تکنولوژی‌های پیشرفته های تک دست یابد.
اشعار اوباما آنقدر جذاب بود که پوتین اجازه فعالیت و گسترش حضور مؤسسات مردم نهاد و طرفدار غرب را نیز در روسیه پذیرفت. ولی این رویای پوتین عمر چندان پیدا نکرد و حباب این شعار اوباما به سرعت ترکید. اوباما که رئیس جمهوری باهوش بود، از یک سو گرفتار بحران‌های ملی ناشی از 8 سال حکومت بوش بود و از سوی دیگر باید برای تولید قابلیت استمرار سیاست‌های بنیادین آمریکا در قبال روسیه و جهان فرصت سازی کند. ولی این بدان معنا نبود که از دکترین امنیتی در قبال روسیه دست کشیده است. روس‌ها به سختی و آهستگی متوجه این فریب شدند و با تأخیر به هوش آمدند و برای آن هزینه دادند. روس‌ها که در اوکراین دسته برتر دارند و پروژه فعال کردن احزاب طرفدار خود در اروپای شرقی را آغاز کرده‌اند، در سوریه نگران تنش‌ها و درگیری‌های احتمالی و پیش‌بینی نشده هستند. رضا پرونده سوریه را با یک کارت ژئوپلیتیکی قابل معامله برای حفاظت از شرایط خود در اروپا قرار دادند تا به نحوی اطمینان آنها در تعامل با آمریکا باشد و استحکام دهنده موازنه و کارت بازی آنها در اروپا قرار گیرد. لذا با انتخاب بوگدانوف در پروژه آتش بس و مذاکرات آستانه به آمریکایی ها سیگنال می فرستند که قصد ندارند بازیگر بد باشند و با ترکیه وارد بدبستان های دو جانبه در پرونده سوریه شدند. این بازی به نحوی است تا از اهداف فشارهای غربی در ابعاد حقوقی و رسانه‌ای و سیاسی خارج شده و به بلند پروازی های اردوغان برای تنزل جایگاه ایران در تحولات منطقه‌ای اغماز می‌کنند تا به شکل غیر مستقیم و نگرانی‌های آمریکا در قبال رشد نفوذ ایران پاسخ داده باشند. سفرهای اخیر مقام‌های ارشد امنیتی ایران و دمشق پاسخ روشنی به این بازی ژئوپلیتیکی و آن بلند پروازی تلقی می‌شود. بینندگان ارجمند هفت روز سیاست، به پایان برنامه این هفته می رسیم. از توجهتان متشکرم. خداوند یار و نگهدار شما باد.